دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسات قبل ما با توابع آشنا شدیم. توی این جلسه میخوایم با مفهومی به نام ترکیب توابع آشنا بشیم. من بارها گفتم و امیدوارم از این تکرارهای من حال شما بد نشه. کتابه اف رو ما میتونیم مثل یه ماشین در نظر بگیریم که ورودی های ایکس رو میگیره، یه سری عملیات روشون انجام میده و خروجی های اف ایکس رو به شما میده. و توی همون جلسه اول ما نونوایی رو به عنوان یه تابع معرفی کردیم. تابع نونوایی تابعیه که ورودی های آرد رو میگیره و یه سری عملیات رو اون انجام میده و خروجی نون رو به ما میده. من میگم نون، مینویسم نان، شما دیگه ببخشید به بزرگواری خودتون. پس در واقع نان ورودی های تابع نانوایی به ازای ورودی های آرد. من اینجا یه پرانتزم کلن باز بکنم. وقتی ما میگیم اف ایکس، منظورمون اینه ورودی های تابع اف به ازای ورودی های به ازای ورودی ایکس. پس اینم خونده میشه، این چیزی که من اینجا نوشتم خونده میشه خروجی های تابع نانوایی به ازای ورودی آرد. خب بچه ها، ولی اگه یه ذره دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم خود این آرد از آسیاب اومده. آسیاب نمیتونه یه تابع باشه. چرا؟ چرا میتونه؟ خوبم میتونه یه تابع باشه، میتونه تابعی باشه که گندم رو گرفته، یه سری عملیات روش انجام داده که اون عملیات آسیاب کردنه و خروجی آرد رو به ما داده. خب یعنی در واقع خود آرد خروجی های تابع آسیاب به ازای ورودی گندم. درسته بچه ها؟ ولی در حالت کلی من میتونم کل فرایندی که گندم تبدیل به نون میشه رو بگم یک تابع بوده، یک تابع ترکیبی از دو تا تابع نونوایی و آسیاب، که وقتی که من ورودی گندم به این تابع دادم خروجی نون دادم. من فعلا اسم این تابع رو میذارم تابع تولید نان. تابع تولید نان، تابعی که وقتی گندم بهش میدیم خروجیش میشه نان. یعنی در واقع گندم خروجی تابع تولید نان، ببخشید نان خروجی تابع تولید نان به ازای گندم. درسته؟ خب حالا بیاییم ببینیم با علائم ریاضی چجوری ترکیب توابع رو نشون میدیم. میریم دوباره سراغ تابع اف ایکس. فرض کنید که تابع اف رو داریم. ورودی های این تابع این بار به جای اینکه ایکس باشند خروجی های تابع جه. و در واقع اینجوری بوده که تابع J ورودی های X رو گرفته، خروجی های J X رو به ما داده و اون وقت چیزی که اینجا تولید میشه خروجی های تابع F به ازای ورودی های J X. من اینو چجوری می نویسم بچه ها؟ یه لحظه اینجا نگاه کنید. خروجی های تابع F به ازای ورودی X شده F داخل پرانتز X. حالا خروجی های تابع F به ازای ورودی های J X میشه F داخل پرانتز J X. خب و کتاب درسی حسابان به شما گفته که من اگر این دوتا تابع رو با هم دیگه ترکیب بکنم و یک تابع کلی بسازم ازشون، اسم این تابع رو من میذارم F O J.
اف او جه در واقع تابعیه که اگر ورودی های ایکس رو بگیره خروجی که میده میشه خروجی های همون تابع اف به ازای ورودی های جه ایکس. پس اف او جه ایکس برابر اف داخل پرانتز جه ایکس. و با همین استدلال جه او اف x چیه بچه؟ جوف x یعنی که ما به تابع j به ازای ورودی های x در به جایی که ورودی های x بدیم ورودی های f x رو بدیم. و شکل جوف هم اینجوریه که ما تابع j رو داشتیم، این بار به جایی که بهش ورودی های x رو بدیم f x رو دادیم. پس قبلش یه تابع fی بوده که از x f x رو تولید کرده و خروجی هاش هم می شود خروجی های جه به ازای ورودی های f x. خب بچه ها سرتون رو فکر کنم خیلی درد آوردم و هنوز شما میگید که اینا چیه این میگه. بیاید یه مثال حل بکنیم که واضح تر بشه. بذارید من این تخته رو یه ذره پاک بکنم و الان برای شما مثال رو می نویسم. خب حالا فرض بکنید ما دو تا تابع داریم. تابع F ضابطش از این قراره. FX می شود X منهای 1. یعنی اگر به تابع F ورودی X رو بدیم یه واحد ازش کم می کنه. و JX یعنی ضابطه تابع J برابر X به توان 2. یعنی هر ورودی که به تابع J بدیم اون رو به توان 2 میرسه. و از ما پرسیدن F O J و J O F چیه؟ یعنی حالا F O J یعنی چی؟ یعنی این دوتا تابع رو ما F O J ما گفتیم یعنی همون F F O J X یعنی F J X. یعنی این که ما به جای اینکه به F ورودی x رو بدیم به جای اینکه به f ورودی x رو بدیم بهش جی x رو دادیم که جی x خروجی های تابع j به ازای ورودی های x. وقتی که ما به f جی x رو به عنوان ورودی بدیم خروجش هم میشه f جی x. خب حالا ببینید بچه ما اگر x رو به تابع j x بدیم x2 به همون میده. یعنی خروجی j به ازای x x2. خب پس f j x چون j x x2 برابر خروجی های f به ازای ورودی x2. حالا یعنی چی؟ یعنی که ما x2 رو به عنوان ورودی دادیم به f و گفتیم هر ورودی به x بدیم با توجه به این ضابطه یک واحد ازش کم میکنه. حالا ما ورودی x2 دادیم پس یک واحد از x2 کم میکنه. این شد ضابطه f او j. حالا ضابطه j او f چیه؟ j او f در واقع یعنی j f x، یعنی خروجی های تابع f به ازای ورودی x رو دادیم به تابع j به عنوان ورودی. یعنی شکلش اینجوریه بچه. من شکلش کوچولو اینجا میکشم. یعنی این تابع F ما ورودی های X رو بهش دادیم. خروجی های F X گرفتیم. و بعد این خروجی ها رو به عنوان ورودی دادیم به تابع F. به تابع G ببخشید. و G F X خروجی نهایی ما. حالا این G F X چند چیه بچه؟ F X که خودش X منهای یک. یعنی من اینجا x بدم با عنوان خروجی x منهای 1 میگیرم. حالا x منهای 1 رو اگه به تابع g بدم اینجا چی به دست میاد بچه؟ یه لحظه به تابع g نگاه بکنید. ما هر ورودی به g بدیم اون ورودی رو به توان 2 میرسونه. حالا من اینجا چه ورودی دادم؟ ورودی من این x رو خط دادم که شما قاطی نکنید x اینجا باشه. من به جه ورودی x منهای 1 دادم و این x منهای 1 رو به توان 2 میرسونه.
پس در نتیجه رابطه J و F می شود X2 به منهای 2X به اضافه 1. خب من یه ذره تر و تمیزتر بیام این گوشه با یه رنگ دیگه بنویسم. اصولا من هیچ موقع دانش آموز خوشخطی نبودم، فکر کنم تو این جلسات شما هم فهمیدید. پس ما به دست آوردیم که F و J X ضابطش برابر با ضابطش رو اینجا به دست آوردیم، X2 منهای 1، و همچنین به دست آوردیم J و F X ضابطش برابر با X2 منهای 2X به اضافه یک. همونطور که میبینی ترتیب ترکیب توابع هم روی ضابطه اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی ما اینکه اول تابع J رو داشتیم و بعد اون رو وصل کردیم به F، یعنی خروجی هاشو دادیم به F، در نهایت خروجی نهاییمون فرق داشت با حالتی که ما اول تابع F رو داشتیم و بعد خروجی های اون رو دادیم به تابع J. پس در حالت کلی J و F برابر نیست با F و J، مگر حالتهای خاص که ما تو جلسات بعد باهاش بیشتر آشنا بشیم. بچه توی جلسه بعد یه مثال دیگه از ترکیب توابع حل میکنیم و بعد با این آشنا میشیم که دامنه توابع ترکیبی رو چجوری به دست میاریم. مرسی که توی این جلسه با من بودی. توی جلسات بعد میبینمتون. خداحافظ.